دوستان عزیزم سلام، من مهدی ضیایی هستم، اینجا مؤسسه راینوز، استادیوی راینو، و قراره که با هم با طرح 20 فنون ادبی 12 یک ساعت فوق‌العاده داشته باشیم، بتونیم که راحت نمرمون رو از اون چه که قراره بشه به یک چیز فوق‌العاده تبدیل بشه و یک نمره بسیار بی‌نظیر کسب کنید. قراره که در طول این یک ساعت با هم دیگه علاوه بر کار کردن نمونه سوالات نهایی سالهای گذشته با هم دیگه یک پیشبینی هم داشته باشیم، یعنی یک سوال حل میکنیم، نکته‌ای که وجود داره، حتی اگر نکتهش کنکوری هم هست اشاره میکنیم، چون به هر حال هدف اصلی شما بعد از امتحان کنکور سراسریه، اشاره میکنیم و همچنین پیشبینی که خواهیم داشت، برای مثال ممکنه شبیه این سوال مطرح بشه، ممکنه با این تفاوت مطرح بشه، همه موارد مطرح خواهیم کرد و حسابی کیف میکنید. خب بریم سراغ جزوه طرح 20 فنون ادبی. مدرسش هم که خودم هستم، رتبه یک انسانی 99. اول یه نگاهی داشته باشیم به بارون بندی درس فنون ادبی 12، یعنی که از هر مبحث یا از هر درس چند سوال مطرح خواهد شد، که یک نگاه درست داشته باشیم، بدونیم وقتمون رو بیشتر برای کدوم مباحثش بگذاریم و کدوم مباحث در اولویت‌های بعد ما باشن. یکی از اشتباهات خیلی رایج چی است؟ برای مثال نگاه کن، برای مثال تاریخ ادبیات فقط 2 نمره داره. خیلی از بچه‌ها چون می‌بینن تاریخ ادبیات 12 حجمش خیلی زیاده، خب فکر می‌کنن که باید بیشتر وقت بذارن چون بیشتر سوال میاد، در حالی که اصلاً اینطور نیست. از تاریخ ادبیات شما فقط 2 نمره میاد و این رو بگم 2 نمره‌ای که بیشتر جای خالی تستی وصل کردنیه و یعنی سوالات ساده ای هست، چندان پیچیده و دشوار نیست، جزئیات زیاد مطرح نمیشه، نام نویسنده، نام یک رمان، نام شاعر، بیشتر این موارد مطرح میشه. پس دانش آموز باهوش نمیاد کل وقتش رو یا اکثر وقتش رو روی تاریخ ادبیات صرفا 2 نمره بذاره، میاد روی مباحث مهمتر، برای مثال موسیقی شعر، همون عروض میذاره، روی آرایه های ادبی، زیبایی شناسی میذاره و روی تحلیل خودارزیابی های کتابتون، تحلیل فصل های کتابتون که ازش 4 نمره مطرح میشه، که البته این خیلی ساده است. در واقع دانش آموزی که عروض و آرایه رو بلد باشه تحلیلش اصلا براش سخت نیست. پس یک مرور میکنم، از تاریخ ادبیات فقط 2 نمره مطرح میشه، فقط 2 نمره مطرح میشه، پس اولویتش خیلی پایینه. از سبک شناسی فقط باز 2 نمره، موسیقی شعر 6، یعنی عروض، زیبایی شناسی هم 6. خب فقط چرا این خط صاف میشه؟ اوکی خوب شد. بریم سراغ حل نمونه سوال، بیان نکات و پیشبینی هر سوالی که میخونیم. اول از همه گفتم تاریخ ادبیات. ببین نمونه سوالی که در امتحان نهایی شما مطرح میشه خودش سرتیترش رو میگه، یعنی میگه تاریخ ادبیات، این سوالا برای تاریخ ادبیاته، بعد میگه سبک شناسی سوالاتش رو میاره، بعد میگه عروض سوالاتش رو میاره. پس تیپ شناسی چندان سختی نیست، خودت طراح سوال امتحان نهایی مشخص کرده که آقا این 5 تا سوال فلان مبحثه. پس خیلی خیلی ساده هست، یعنی مثلا دانش آموز اصلا تاریخ ادبیات فرض کن نخونده، میبینه مثلا این سوال تاریخ ادبیاته، حالا بعضیش مثلا 2 گزینه، بالاخره یکی رو انتخاب میکنه، چندان براش پیچیده نیست. خب بریم سراغ تاریخ ادبیات. سوال 1، واژه مناسب رو از داخل کمانک انتخاب کنید. سوالی که تیپش ساده است، یعنی بالاخره 50-50 است، شما یکم یادآوری کنید، یکم کدگذاری کرده باشید، خیلی ساده پاسخش میرسید. الف، اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایش نامه فارسی پرداخت کی بود؟ خب نمایش نامه فارسی یعنی چی؟ یعنی یک متنی که باش نمایش رو اجرا میکرده. منتها اول که در ایران اومد نمایش نامه کوتاه بود، یعنی اصلا خود نمایش که اجرا میشد نمایش کوتاهی بود. چه کسی نمایش نامه کوتاه نوشت؟ آیا میرزا آقا تبریزی بود یا سور اسلافیل؟ ممکنه یادت نباشه ولی یه چیز یادت هست، سور اسلافیل روزنامه نویس بود نه نمایش نامه نویس، پس میتونی ردش کنی و مسلما میرزا آقا تبریزی بود که اولین نمایش نامه نویس ایرانی بود. پس خیلی ساده است. اولین رمان اجتماعی را
مرتضی مشفق کاظمی در سال 1301 با نام جای خالی در واقع دوتا گزینه منتشر کرد. خب میگه چی؟ میگه رمان اجتماعی. ما دو نوع رمان داریم، رمان تاریخیه یا رمان اجتماعیه. رمان سیاسی هم هست که در ایران نوشته نمیشد به خاطر اون سختی هایی که وجود داشت، به خاطر محکومیت هایی که وجود داشت رمان سیاسی در ایران نوشته نمیشد. اما رمان تاریخی و اجتماعی که نوشته میشد، خب باید بدونیم که منظورشون چیه. رمان تاریخی یعنی یک رمانی که داره یک، حالا میشه گفت پدیده عاشقانه تاریخی، مثلا لیلی و مجنون و اینها، البته اونها شعر بوده، رمان نبوده. و رمان اجتماعی یعنی یک رمانی که فضای جامعه رو توصیف کنه. پس رمان تاریخی و اجتماعی چه فرقی دارن؟ رمان تاریخی میاد یک پدیده تاریخی، حالا این پدیده تاریخی ممکنه یه عاشق و معشوق در گذشته باشن، و رمان اجتماعی توصیف فضای یک شهر، فضای یک جامعه، مثلا کل ایران، که به صورت رمانوار و داستانوار نوشته میشه. خب رمان اجتماعی، بچه‌ها دو تا گزینه که هست رو نگاه کنید. شمس و طغرا، تهران مخوف. به نظرتون کدوماش داره یک شهر رو براش داستان می‌نویسه؟ آیا شمس و طغرا یا آیا تهران مخوف؟ شمس و طغرا که یا عاشق و معشوق بودن، پس بیشتر به رمان تاریخی می‌خوره و بله درست است، این رمان تاریخیه. ولی تهران مخوف در مورد شهر تهرانه، پس بله رمان اجتماعیه. بنابراین اولین رمان اجتماعی برای در واقع کتاب تهران مخوف بود. نخستین رمان تاریخی چیه؟ شمس و طغرا که این گزینه بود و چه کسی نوشت؟ محمد باقر میرزا خسروی. خب پس این سوال اول، دیدی چیکار کردیم؟ گفتم که میتونی راحت رد گزینه کنی، میتونی سبک سنگینشون کنی، میتونی که استدلال کنی حتی اگر دقیق یادت نیست. اگر دقیق یادت باشه که خیلی راحت انتخاب میکنی، دقیق هم یادت نباشه یکم سبک سنگین کنی پاسخ میرسی. و همچنین نکته بسیار مهمش که ممکنه در کنکور سراسری مطرح بشه، پس یه پیش بینی هم داشته باشیم. سوال اول شما نام نویسنده هست، بیشتر نام رمان هست، نام مؤسسه یک روزنامه، یک مجله، یک نشریه هست. خب بریم سراغ سوال دوم. کدام یک از جملات زیر درست است؟ دو تا جمله داده، گفته که کدومش درسته. در واقع شما کاری که باید بکنید این هست که غلط یکی رو پیدا کنید. الف، شاعران جریان سمبولیسم اجتماعی. سمبولیسم یعنی چی؟ یعنی نمادگرایی. نمادگرایی اجتماعی یا نام دیگرش شعر نوی حماسی بیشتر به مسائل سیاسی، اجتماعی و مشکلات مردم توجه داشتن. خب ما در این اشکالی پیدا نمی کنیم. بله، نمادگرای اجتماعی یعنی می اومدن در شعرشون با استفاده از نمادها نقد می کردن، مشکلات مردم رو می گفتن. برای مثلا نمادها چی بود؟ مثلا شب تاریک. شب تاریک یعنی در جامعه‌ای که خیلی خفقان وجود داره. پس می اومدن در داخل این شعرها مشکلات سیاسی رو بیان می کردن. این درسته. جمله ب، سید محمد علی جمالزاده را با مجموعه داستان تلخ و شیرین آغازگر داستان نویسی فارسی به شیوه نوین می‌دانند. خب اول از همه باید بدونی که جمالزاده چه کتاب‌هایی نوشت، چه داستان‌هایی نوشت. سه تا داستان نوشت. چطور یادم باشه؟ یه کدگذاری برات کردم. گفتم که تیر خلاص به قلب جمالزاده خورد. برای مثال فعلش خوردن باشه. خب چطور یادمون باشه؟ تیر خلاص، تیر، این تیره هست که اون آثار جمالزاده است. خب تیر سه تا حرف داره، تیره، تش کتاب تلخ و شیرینه، در واقع رمان تلخ و شیرینه، یش کتاب یکی بود یکی نبود، و ره با رنگ سیاه، خب اون که کلن به هم ریخ، یکی بود یکی نبود، بذارم اون رنگ آبی بنویسم و این رو برگردونم. خب ورش چی بود؟ ورش راه آب نامه بود.
این سطح کتاب رو جمع‌آوری زده داشت. باید بدونیم که کدوم کتاب به عنوان آغازگر داستان نویسی فارسی به شیوه نومین، یعنی همون رمان نویسی بود. یکی بود یکی نبود. وقتی که این اسم رو میشنوی یاد چی میافتی؟ یاد آغاز یک داستان میافتی. پس همین رمان یکی بود یکی نبود آغازگر رمان نویسیه، آغازگر داستان نویسی نوینه. پس کدوم کتاب بود؟ یکی بود یکی نبود که حالا اینجا یکم ناجور شد. بنابراین گفته تلخ و شیرین اشتباهه، بنابراین جمله درست جمله الفه. بریم سراغ سال بعدی، سال شماره 3. سال 3 نصر پرشتا و بریده بریده جای خالی را با عنوان نصر تلگرافی یاد می کند. خب نصر تلگرافی یعنی چی؟ یعنی نصری که خیلی تندتنده، پرشتابه، آروم نیومده توصیف کنه، بخواد آروم رمان رو روایت کنه، خیلی تند و سریع و ضربتی رمانی رو گفته. به این میگن نصر تلگرافی. تلگراف هم میدونید دیگه، مثل همون دستگاه کیبوردا بود و خیلی سریع و تندتند مینوشتن. خب کدوم یکی از نفرات نصر تلگرافی داشتن؟ کدوم یکی بود بچه ها؟ جلال آل احمد. جلال آل احمد کسی بود که رمان های زیادی نوشته و نثرش به نثر تلگرافی و پرشتاب و بریده بریده معروف بود. بریم سراغ سال بعدی. یک اثر از مهدی اخوان ثالث را نام ببرید. خب باز نام یک شاعر اومد و ما کدگذاری میکنیم. کاری که شما باید در تاریخ ادبیات انجام بدید، حالا در حیطه سوالات که اینجا هست من سعی کردم کدگذاری ها رو بگم، شما سعی کنید برای همه اون شاعران و نویسندگان و رمان نویسان کدگذاری انجام بدید. یعنی مثلا طرف 4 تا کتاب داره، یه جمله برای خودتون بسازید، یه کلید واژه بسازید که راحت باشید که با همون کلید واژه و جمله آثارش یادتون بیاد، مثل کاری که من اینجا انجام دادم. البته در این طرح امتحان نهایی طرح 20 من صرفا در حیطه همون سوالاتی که در امتحان مطرح شده کدگذاری انجام دادم، ولی در طرح توربوجت من اومدم کل کتاب، چه فنون دهم، یازدهم، دوازدهم، هر جا که کدگذاری نیاز بوده، یعنی هر جا که ما شاعری داشتیم که چند کتاب شعر داشته، چند نویسنده داشتیم که چند رمان داشته، همه اینا رو کدگذاری کردیم که خیلی راحت دانش آموز خیالش راحت باشه. آثار مهدی اخوان ثالث، نام در واقع مختصرش چی بود؟ بهش ماست هم میگفتن که در فارسی 12 هم خوندید، اون در واقع شعر نوی خانه 8. خب ماست یا مهدی اخوان ثالث چه کتاب هایی داشت؟ فقط کافی این جمله رو که به عنوان کدگذاری یادتون باشه. مهدی اخوان ثالث چندین کتاب داشت. کتابتون، خود کتابتون 3 تا از اونها رو گفته. ما چطور یادمون باشه؟ این جمله دقت کنید. من توی زمستون بود که آخر شاهنامه رو خوندم. خب میدونید آخر شاهنامه به نوعی خوبه، به نوعی مثبته. آخر شاهنامه رو خوندم و خواستم که مقایسهش کنم با چه کتابی؟ با کتاب اوستا، که اونم در واقع کتابی است که اساطیریه. بنابراین در زمستان، یکی از کتاباش زمستانه، یکی از کتاباش آخر شاهنامه است، یکی از کتاباش اوستا. پس با همین جمله در زمستان آخر شاهنامه را خواندم و آن را با اوستا مقایسه کردم، 3 از آثارش کدگذاری شد. خب گفتم یکیشو نام ببر، زمستان یا آخر شاهنامه یا اوستا. بریم سراغ سوال 5. کدام یکی از موارد ستون ب، خب وصل کردنیه دیگه، با اینا رو وصلش می‌کنه. روح حماسی اشعار دوران مقاومت که با موجی از عرفان آمیخته است، موجب تحول و دگرگونی زبان و جای خالی می شود. خب دگرگونی زبان و چی؟ زبان و رمان نویسی، زبان و ترجمه، یا زبان و محتوایشه؟ واضح دیگه. اصلا بین این 3 واژه‌ای که تناسب داره با زبان محتوای شعره، پس میشه وصلش کرد. حتی شما در امتحان نهاییتون یه پاسخ برگ بهتون میدن، باید اونجا یادداشت کنید، وصف کردنی نیست. سالهای پس از جنگ، دوران اوج شکوفایی خب رمان نویسی و ترجمه داستان.
حتی اگر دقیق هم یادت نباشه میدونی که کتابتون اصلا در مورد ترجمه بعد از انقلاب صحبتی نکرده، پس میشه رمان نویسی. سوال 6، من رنگ رو عوض کنم. خب در متن زیر یک واژه نادرسته، یک غلط علمی وجود داره، اون غلط رو پیدا کنید. عرصه هنر عارف قزوینی تصنیف‌ها و ترانه‌های میهنی بود که در برانگیختن مردم و آزادی‌خواهی نقش بسیار موثری داشت. اون مضامین طنز و ستیز با نادانی. نگاه کن، ستیز با نادانی یه کار مقاومتیه. خب طنز کلاً متفاوته. یه کسی که حتی مرده در راه این مقاومتش در دوران مشروطه اومده کار طنز کنه. اصلا شما کتابتون زمانی که داره شاعران عصر بیداری رو مطرح میکنه شاری میاری که کار طنز کرده، حتی بجز ایرج میرزا که چرندیات هم زیاد میگفته، هجویات زیاد میگفته، هیچ شاعر دیگر اینطور نبود. بنابراین طنز اشتباهه و در واقع آزادی خواهی. پس فقط کافی تناقض پیدا کنید و به پاسخ برسید. این از تاریخ ادبیات. دیدید همه سوالاتش جای خالی بود، جای خالی که تازه گزینه‌هاش بود، دو گزینه. سوالاتی که وصف کردنی بود. بنابراین تاریخ ادبیات شما که 2 نمره است، راحت میتونی که نمرهشو به دست بیارید. نیاز نیست که کل روزتون رو بذارید برای خوندن تاریخ ادبیات. سبک‌شناسی. سوالات سبک‌شناسی هم فقط کافیه ویژگی‌های هر سبک، که شما 2 تا سبک بیشتر نداشتید، یه سبک دوره بیداری، یه سبک دوره معاصر انقلاب اسلامی. در بیت زیر از ملک و شعرای بهار کاربرد واژه مشخص شده جزء کدام سطح؟ خب شما میدونید 3 تا سطح داشتید: زبانی، ادبی و فکری. میگه جزء کدوم یکی از این 3 تاست؟ خب نگاه کنیم به واژه: بشکن در در دوزخ و برون ریز با دفره کفر کافری چند. خب یه واژه خیلی قدیمی به کار برده و واژه قدیمی که معنای تاریخش به کار میره در فنون دهم خوندید، کاربرد واژگان قدیمی در سطح زبانیه، پس پاسخ میشه زبانی. بریم سراغ سوال بعد، سوال 8. در جاهای خالی کلمات مناسب رو بنویسید. اندیشه حاکم بر داستان‌های دهه اول پس از پیروزی انقلاب، ابتدا سیاسی و در مرحله بعد. خب جای خالیه. بعد از انقلاب اندیشه‌ها چطور بود؟ اول سیاسی بود. یعنی چی؟ یعنی در مورد حکومت صحبت می‌شد، در مورد اینکه آیا حکومت وضعمون رو بهتر کرده، آیا اصلا خب جنگ هم شده بود، در جنگ با کشورهای دیگه کلاً کشور داره چی کار می‌کنه. بحث حکومت مطرح بود و حکومت میشه بحث سیاسی. میگید اول سیاسی بود، بعدش چی شد؟ خب بعد از اینکه سیاسی و جنگ تموم شد اومد وارد بحث جامعه شد، خود مردم دارن چی کار میکنن. پس اول حکومت، بعد اجتماعی، سیاسی و اجتماعی. در شعر سنتی دوره انقلاب اسلامی تقلید از سبک عراقی و جای خالی زیاده. خب میدونید که در دوره انقلاب اسلامی تقلید میشد. تقلید یعنی رجوع به گذشتگان. خب گذشته اونها چی بود؟ چه سبک‌های قدیمی وجود داشت؟ در فنون دهم خوندید یه سبک خراسانی داشتیم، قدیمی‌ترین سبک، و بعد عراقی. خب اینجا عراقی رو اشاره کرده ولی خراسانی نه، پس میشه خراسانی. کدام یک از ویژگی‌های زیر و چه اشتراک سطح زبانی شعره؟ این 2 دوره هست، دوره بازگشت و بیداری و دوره معاصر تا انقلاب اسلامی. خب ما 3 تا جمله داریم، 2 تاش صرفاً برای یکی از این هاست، یکیش برای هر دو هست. بیاید بررسی کنیم. کم توجهی کاربرد جمله ها و ترکیبات زبانی در شعر. این ویژگی رو در کدوم سبک خوندید؟ در سبک دوره بیداری. علتش چی بود؟ در دوره بیداری که تعداد نویسندگان روزنامه‌ها زیاد شده بود، کتابتون گفته بود که نویسنده یک مجلات برای اینکه سریع روزنامه‌هاشون چاپ بشه، مجلاتشون چاپ بشه، چندان به زبان توجه نمی‌کردن. یعنی شعر رو مثلا یک شبه می‌سرودن، دیگه ادیتش نمی‌کردن، ویرایشش نمی‌کردن.
خب پس کم توجهی کاربرد جمله ها برای صرفاً بیداری، نه برای دوره انقلاب اسلامی. آشنایی زدایی زبانی و روی آوردن به ترکیبات بدی. خب این که بخوام از واژه‌های جدیدی استفاده کنیم، مثلا واژه بسازیم خودمون، در دوره انقلاب اسلامی یا دوره معاصر مطرح شد. یکم باریک‌تر بشه. خب سادگی و روانی زبان شعر. اینکه زبان شعر ساده هست از دوره بازگشت ایجاد شد. یعنی از دوره بازگشت به بعد وقتی شعر می نوشتن شعرشون سخت و پیچیده نبود مثل حافظ و اینها. پس بله، هم دوره بازگشت و بیداری بود هم دوره بعدش. پس مورد جیم برای هر دو هست به همین سادگی. سال 10، کدام یک از عبارت‌های زیر بیانگر ویژگی سطح ادبی سبک نثر دوره بیداری است؟ خب چی رو میخواد؟ دو تا جمله داده، گفته کدومش داره سطح ادبی رو مطرح میکنه، یعنی یکیش مثلا زبانی یا فکریه. الف، یکی از ضعف‌های تکنیکی در اغلب داستان‌های دوران مشروطه حضور راوی سوم شخص در بعضی صحنه‌های داستانه. یه نکته خیلی مهم اینجا نوشتم، هر موقع از سبک داستانی صحبت شد، مثلا نویسنده فلان طور می‌نوشت داستانشو، مثلا سبک داستانش مینیمال بود، فراداستان بود، راوی سوم شخص می آورد وسط داستان، در مورد سبک داستان نویسی صحبت شد میشه قلمروی ادبی. خب پس این که میگه راوی سوم شخص در مورد سبک داستانه میشه ادبی. سوالم که ادبی رو میخواد، مورد الف درسته. مورد ب، بسیار از نثرهای دوره بیداری به ویژه نثر داستانی به موضوع تنفر از خرافات. خب تنفر از خرافات بیشتر روی قرائت معناییه و قرائت معنایی میشه قلمروی فکری. هر یک از جملات زی مربوط به کدام یک از ویژگی‌های زبانی ادبی فکریه؟ می‌بینی یه پیش‌بینی داشته باشیم برای امتحانتون. در سوالات سبک‌شناسی از این سوال مطرح میشه که آیا این ویژگی زبانیه؟ آیا این ویژگی فکریه؟ آیا این ویژگی در دوره بیداری بود یا در دوره انقلاب اسلامی بود؟ از اینا سوال مطرح میشه و شما صرفا باید با استدلال یاد بگیرید. اگر صرفا بخوای حفظ کنی خیلی سخته. مثل من با استدلال یاد بگیر. برای مثال سبک داستانی در مورد ادبیه. اونایی که قرائت معناییه میشه فکری. اونایی که در مورد شیوه واژه هاست میشه زبانی. سال 11 گفته که کدوم زبانیه، کدوم ادبیه، کدوم فکری. در دهه 80 شاهد داستانک نویسی و مدرن نویسی هستیم. باز حرف از سبک داستانی شد میشه ادبی. موضوع شعر مفهوم شعر خیلی واضحه میشه فکری. خب بریم سراغ موسیقی شعر عروض، که عروض شما شامل چیا میشد؟ اوزان ناهمسان، اختیارات زبانی، اختیارات وزنی و بعدش هم در مورد نام وزن ها و شعر نیمایی بود. کدام یک از ابیات زیر دو برش آوایی دارد، یعنی دو دسته‌بندی هجایی داره؟ نکته، هر وزنی که رکن اولش با مفعولا شروع بشه، مفعولا چی بود؟ مفعول و دو هجای بلند یا کوتاه، می توان آن را به دو شیوه دسته‌بندی کرد. نه حتما ما دو تا دسته‌بندی هجایی داریم، دو تا نام وزن شعر داریم. آیا این قانون همیشگیه؟ بله همیشگی است و تنها استثناش این هست که وزن ما مستفعلون باشه، یعنی در واقع این بشه مستفعلون و مستفعلون چهار بار تکرار بشه که میشه وزن همسان. بجز اون مورد شما هر جا مفعول رو دیدید پس حتما دو برش آوایی داریم. خب دو تا شعر داده، ماه فرو ماند از جمال محمد، صرفا رکن اول رو به دست بیار، ماه و فو. خب این که مفعولا نیست پس خط میخوره، بن مایو رخ، بن مایو، این مفعولا هست، بیت بی، به همین سادگی. حتی اگر وزن دومش رو یادت نباشه، بلد نباشی، بن مایو رخ که باغ و گلستان هم آرزوست، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون، مستفعلون مفاعل و مستفعلون فعل.
حتی اگر این رو هم یادت نباشه با این مفعول به پاسخ میرسی. سال 13، برای هر یک از ابیات زیر یکی از وزنهای داخل کمانک رو انتخاب کنید. خب شما میتونید اینجا تختیه اجرایی انجام بدید. البته طراح از شما تختیه اجرایی رو نمیخواد، طراح صرفا این رو میخواد که در پاسخ بری که در امتحان نهایی به شما میدن، مثلا روبروی الف بنویسی ناهمسانه، همسانه یا تکپایه یا دولختی، همین و بس. اصلا تختیه اجرایی طراح از شما نمیخواد و نیازم نیست که در پاسخ برگ بنویسید. بنابراین شما میتونید در این همین دفترچه‌ای که در دفترچه نه همین نمونه برگ سوال امتحانی که بهتون میدن همینجا تختیه اجرایی انجام بدی، یا اگر برای کنکورت عروض سمایی رو یاد گرفتی، همه اونچه که ما در طرح توربوجت انجام دادیم با شنیدن وزنش رو تشخیص بدیم، خیلی برای ساده است. شعر رو میخونی، وزنش رو تشخیص میدی و میفهمی که وزن شعر چیه. بخونیم. بی تو در کلبه گدائی شیش، رنجهایی کشیده ام که مپرس، فاعلاتون مفاعلون فعلون، فعلاتون مفاعلون فعلون. خب فعلاتون مفاعلون فعلون چه نوع وزنیه؟ وزن ناهمسانه. گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز، مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون، مشخص دولختیه، دولختی. میتونی اینا تختیه جای انجام بدید، ولی خب برای ما که سمایی بلد شدیم و میتونیم در کمتر از 5 ثانیه وزنش رو تشخیص بدیم، این خیلی برامون دلنشین تره. نسیم صبح را گفتم که با او جانبی داری، مفاعیلون 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 مفاعیلون، 4 تا مفاعیلون میشه وزن همسان تک پایه ای یا تک لختی. خب پس خیلی ساده بود. بریم سراغ سوال 14 در بیت. خب چند تا سوال از این بیت پرسیده، بخونیم بیت رو با هم دیگه. در دام فتاده آهوی چند، محکم شده دست و پای در بند، مفعول و مفاعلان فعولان، چرا مصوت بلند او در کلمه آهو کوتاه تلفظ شده است؟ خب چرا؟ وقتی که شما تختیه اینجا انجام بدید، بذاری تختیه اینجا انجام بدم، در دام و فتاده آهوی چند، در دام و فتاده خب آهو، آهو ای چند، مصرع بعدی ورنگ آبی، محکم شده دست و پای در بند، محکم شده دست و پای و در بند. خب ما اینجا یک اختلافی مشاهده میکنیم، بالای هجای بلنده، پایینه هجای کوتاست، به دلیل اینکه ضرورت وزنشه، در واقع وزنشه اینجا فعولونه، ما باید این رو هم کوتاهش کنیم، هجای بلند بشه هجای کوتاه. پس چرا مصوت بلند او کوتاه تلفظ شده؟ به دلیل اینکه در مصرع مقابلش ما یک هجای کوتاه داریم، پس در این مصرع هم باید اون هجای بلند کوتاه بشه. اینو باید بنویسید. شاعر در واژه آهو از کدام اختیار استفاده کرده؟ خب این که بیاییم مصوت کوتاه رو بلند کنیم یا حتی برعکسش بلند رو کوتاه کنیم فرق نداره، هر دو از اختیارات زبانی هستن. چرا؟ چون وزنشه تغییر نمی کنه، صرفا تلفظ ما هست، آهوی چند، میتونم کوتاهش کنم، پس میشه اختیار زبانی. چند هجای کشیده بدون توجه به اختیارات در بیت وجود دارد؟ خب اینو باید بخونید در واقع، چون در تختی که مشخص نیست کجا کشیده است. در دام، خب دام یک هجای کشیده است، فتاده آهوی چند، چندم چون گفته بدون توجه به اختیارات، چندم میشه هجای کشیده، محکم شده دست و پای، پای و بند، پس 4 تا وجود داره. سال 15، در کدام یک از واژگان زیر مصوت بلند ای همواره کوتاه هست؟ یعنی چی؟ یعنی اختیار شاعری نیست، این مصوت بلند ای به این مصوت بلنده، اما همیشه کوتاه تلفظش میکنیم، این دیگه اختیار شاعری نیست. ما در اختیارات میتونستیم گاهی مواقع بلند، گاهی مواقع کوتاه.
منظورش چیه؟ نکته بسیار مهم، مصوت بلند ای در کلماتی مانند بیا، گیا و واژه‌ای مثل این. در واقع ما معلممون وقتی که کلاس دهم بودم یه مثال خیلی قشنگی میزد، میگفت واژگانی که شما به کار میبرید، برای مثال پیاز، خیار، اون میوه هایی که شما میگید هیچ وقت پیاز و خیار نیست، پیاز و خیاره. دقیقا همین نکته بود. ببین پیاز در علم عروض پیازه، یعنی مصوت ای، پیاز، مصوت بلند ای همیشه باید کوتاه تلفظ بشه. پس کافیه یک واژه در این بیت پیدا کنید که ای وسط واژه کوتاه بشه. خب به دشت دل گیاهی، گیاه، پیاز، خیار، گیاه، میشه گیا، پس واژه پیدا شد به همین سادگی. سال 16، برای بیت کدام وزن ترجیح ندارد؟ ما گفتیم که بعضی از وزن ها دو تا برش دارن، به دو صورت دسته بندی میشن، وزن هایی که با مفعول شروع میشدن. اوکی، اینو بلد شدیم. خب بعضی از وزن هایی که دو دسته بندی دارن، یکی از دسته بندی هاشون همسانه، یکی از دسته بندی هاشون ناهمسانه. کدوم وزن اصلی ماست؟ مثلا اگه یه بیت دادن که یکی از وزناش همسان بود، یکی ناهمسان بود، بگیم بیت وزنش همسانه یا ناهمسان؟ یه نکته کتابتون عنوان کرده، همواره دستبندی وزن به صورت همسان ترجیح داره. خب این دوتا وزن نگاه کن برای این بیت، اصلا نیاز به تقطی نداری، خودش وزنا رو گفته. گفته این بیت هم میتونه به این صورت تقطی بشه، هم میتونه به این صورت. خب ما میدونیم اونی که همسانه، چهار تا مستفعل تکرار شده، ترجیح داره. گفته کدوم ترجیح ندارد؟ مورد الف. فقط کافی اون این نکته رو که در کنکور هم اومده به یاد داشته باشی. بریم سراغ سال 17. در کدام رکن از بیت فلان اختیار اشاره ابدال به کار رفته است؟ خب اینجا دیگه باز تخطی اجرایی از شما نمیخواد، ولی دانش آموز میتونه تخطی اجرایی انجام بده، ببینه کجا اختلاف هست بین هجاها و ابدال تشخیص بده. دانش آموز دیگه که با ما در طرح توربوجت اومده سماعی اختیارات یاد گرفته، یعنی صرفا با خوندن این بیت بفهمه که ابدال در کجا داریم و اصلا نیازی به تخطی نداشته باشه، خیلی کارش راحت تره. خب گفته در کدام رکن، پس حواستون باشه با یک رکن رو بنویسید در پاسخ برگتون. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست. خب منی که سمایی بلدم و میتونم اختیارات رو هم سمایی تشخیص بدم، متوجه میشم که خطاست، که خطاست، این فعلونه، اما اینجاست، اینجاست، این چیه؟ این فعلونه. خب ما در واقع به جای دو هجای کوتاه یک هجای بلند آوردیم، تعریف اختیار ابدال. پس در کدام رکنه؟ میتونید بنویسید رکن آخر یا خود رکن رو بنویسید. بنویسید رکن اینجاست یا بنویسید رکن چهارم، تفاوتی نداره. به نظر من کامل بنویسید، یعنی بنویسید رکن چهارم در مصرع دوم، اینجاست در پرانتز. یه نکته هم بهتون بگم، در امتحانات پایانی، هر امتحانی صرفا فنون ادبی نه، سعی کنید پاسخاتون رو طولانی بنویسید. یعنی حتی اگر یک پاسخ یک کلمه جوابشه و شما میخواید مبهم بنویسید، این کار رو نکنید. یعنی صرفا ننویسید که اینجاست. شاید طراح درست بگیره، شاید اون مصحح، طراح که نه، مصحح درست بگیره، اما ممکنه مصحح باشه بگه خب این اشاره نکرده رکن چندم و غلط بگه. پس سعی کنید کامل بنویسید. اگر یه سال تشریح از شما پرسیده میشه، سعی کنید قبل و بعد از اون جمله هم بنویسید و حسابی کامل بنویسید که بهانه دست مصحح ندید برای غلط گرفتن. سال 18، نام بحر کدامی که از ابیات زیر رمل مسمن سالم است؟ خب رمل چی بود؟ رمل فاعلاتون بود. خب مسمن یعنی چی؟ یعنی ما 8 تا رکن داریم در کل بیت، پس هر مصرع 4 تا رکن، و سالم یعنی این که رکن آخرش هم محذوفی نداره.
خب بخونیم دو تا بیتو. هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد. فاعلاتون 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 فاعلاتون. بله پاسخ الفه، چون که فاعلاتون بود، چهار تا رک داشت هر مصرع و سالم بود. شیر مردی باید این راه را شگفت. فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. اولا این صرفا سه تا از هر مصرعش، نه چهار تا، و ره را شگفت محذوفه نه سالم، پس به خط میخوره. به همین سادگی. 19 بیت یاد و باد آن که زما وقت سفر یاد و نکرد. فعلاتون 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 فعلان. وزن شعر تختی جایی خوب طبیعتا باید انجام بدید، یعنی دقیقا مثل کاری که اون بالا کردید، تختی جایی رو مثل این انجام میدید. احتمالا در پاسخ برگتون یه جدول براتون گذاشتن و کارتون راحته، یعنی جدول گذاشتن، نوشتن نشانه های هجایی، نام وزن، مثل همین جایی که نشانه های هجایی رو بگذارید، احتمالا در پاسخ برگتون یه جدولی هست و کارتون ساده است. خب که من اصلا با تختی هجایی موافق نیستم، البته دانش آموز که سمایی بلده تختی هجایی براش خیلی ساده است، اصلا مثل آب خوردن، ولی برای اینکه شما سریع باشید، به ویژه در کنکور سراسری، و بتونید که سریع وزن شعر رو در کمتر از 5 ثانیه صرفا با خوندنش تشخیص بدید، بایستی که سمایی رو مسلط باشید. به این سراغ بحث بعدی، تست بعدی، تست که نه، سوال بعدی. نام غالب هر یک از اشعار زیر را بنویسید. خب می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست و یک دم شکنت خواب، به چشم کس و لیک. مشخصه دیگه، شعر نو. خب شعر نو انواع متفاوتی داره، نیمایی، سپید. شعر نوی که وزن داره فعلاتون فعلان میشه نیمایی، شعر نوی، نوی نیمایی. در واقع شما فقط نیمایی خوندید دیگه، اصلا سپیدو که نخوندید، فقط همین نوی نیمایی رو خوندید. هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباسی دگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. نگاه کن، یکی از قالب ها که اسمش مستزاد بود، مثلا مستزاد یعنی زیادی، بعد از اینکه هر مصرع گفته می شد یه عبارت کوچولو، یعنی مصرعی کوچولو می آورد. پس قالب مستزاده که به این صورته، به جای که یه مصرع کامل بیاره یه مصرع کوچیک میاره. بریم سراغ سال بعد. بحث بعدی زیبایی شناسی و آرایه های ادبی که به نظر من ساده ترین مبحثه. چرا؟ چون انقدر سوالات ساده ای میپرسه، مثلا میگه تناقض را تعریف کنه، چرا این بیت تناقض دارد، در واقع همون تعریفش باید بنویسی، و خیلی خیلی سوالاتش نسبت به کنکور که تازه اینا بیت های خود کتابتونه، بیت های خارج از کتاب نمیارن در امتحان، بسیار ساده است. خب سوال 21، هر یک از بیت های گروه الف کدوم آرایه رو داره؟ حافظ از جور تو هاشا که به گرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. نکته، هرگاه قسمت از یک بیت در داخل گیومه قرار گرفت، برای تضمین مواجهیم. نگاه کن، ما اینجا گیومه داریم، یعنی یک نقل قول داریم، پس میشه آرایه تضمین. در آرایه تضمین ما یک شعری از یک شعر دیگر، یک حدیث، یک آیه، یک داستان رو دقیقاً بدون هیچ تصرفی در شعر خودمون میاد. معجزه خود رفته ای تیز خرامید و گفت، هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. خب میروم و نروم، نیستم و هستم، ضد هم دیگه هستم، میشه تضاد. برهنه چو تیغ تو بیند عقاب، نیارد به نخجیر کردن شتاب. در واقع این عقابه دیگه. خب عقاب وقتی که شمشیرت رو ببینه به دنبال شکار کردن دیگه نیست، میترسه ازت. خب پس اون عقاب شد. حالا برحال گفته چه آرایه‌ای داره، چند تا آرایه باقی مونده. اسلوب معادله، این بیت که اسلوب معادله نداره، لف و نش، هیچ دوتا واژه با هم دیگه مربوط نیستن، اما اقراق اینقدر شمشیرت رو برنده و درخشانه که عقاب از اون بالا بالاها ببینه میترسه و اصلا نمیاد پایین. پس اقراق در برندگی شمشیر.
عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را، دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را. اول یه مفهومی رو گفت، بعد یه مثالی زد. مصرعها مستقل بودن، میشه آرای اسلوب معادله. پس سال ساده یه با رد گزینم، با رد در واقع مثلا که این بیت اسلوب معادله نداره، پاسخ هم میرسید. بریم سراغ 22. برای هر یک از ابیات زیر آرای مناسب انتخاب کنید. چون جواب احمق آمد خاموشی. یاد چی افتادید؟ جواب ابلهان خاموشی است. پس اینکه یاد یک ضرب المثل بیافتیم میشه تلمید. در آرایه تلمید نکته کنکوری و نکته امتحان نهایی. در آرایه تلمید به داستان، حدیث، آیه یا ضرب المثلی که معروف باشه، یعنی قبلا شنیده باشی، اشاره میشه. اشاره میشه، دقت کن، نگفتم عینش آورده میشه. اینجا مستقیما نگفته که جواب ابلهان خاموشی است، به گونه دیگر گفته. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، محرم نور، دشت سجاده من. خب اینا واژه‌هایی آورده که با هم یه تناسب دارن. مسلمان، قبله، جانماز، مهر، سجاده، میشه مراعات نظیر. سال 23. با توجه به بیت زیر، شاعر چه دلیلی برای رکوع گل نرگس بیان کرده است؟ نرگس همی رکوع کند در میان باغ، زیرا که، خب مشخصه دیگه، خودش دلیل آورده، زیرا که فاخته بر سر مزنی کرد. فقط کافی یکم مرتبش کنید و یکم ساده تر بنویسید. چه دلیلی آورده؟ اینکه فاخته نوعی کبوتر بر درخت سرو اذان گفته. مؤذنی کرد بنویس اذان گفته. همین اینجا دقیقا بنویس. به این آرایه و هنر شاعرانه چنان دارد؟ خب اینکه یک دلیلی نامربوط برای یک پدیده بیاریم میشه حسن تعلیل. هرگاه برای یک پدیده علتی نامربوط، یعنی هیچ ربطی بهش نداره، ذکر بشه، آرایه حسن تعلیل داریم. حسن تعلیل. بریم سراغ سال 24. در بیت لف و نش رو بیابید و لف اولو بنویسید. لف و نش یعنی چی؟ یعنی اینکه شاعر ابتدا چند تا واژه ذکر کنه، بعد چند تا واژه دیگه بیاره در بیت که با اونها مرتبط باشن. آقا یعنی چی مرتبط باشن؟ مثلا صفتشون باشه، افعالشون باشه، معلولشون باشه، یه ارتباطی باشون داشته باشه. خب افروختن و سوختن و جامه دریدن، پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت. پروانه از من چی رو آموخت؟ سوختن. پس این به این مربوطه. شمع از من افروختن آموخت و گل از من جامه دریدن آموخت. نوع لف و نش چیه؟ خب اینا مرتب نیستن، یعنی به ترتیب اینا نیومدن به هم دیگه وصل شن. این به دومی وصل شده، دومی به اولی وصل شده. بهش میگن لف و نشر مشوش یا نامرتب. لف اول، خب این لف یک، لف دو، لف سه، اینا هم نشر یک، نشر دو، نشر سه. لف یک کدومه؟ باید بنویسید افروختن. خب دقت کنه، یه سوالی که البته در این سوال مطرح نشده، یه نکته‌ای که خیلی مهمه مخصوصا در امتحان پایانی. در آرایه لف و نش، لف ها و نش ها را به همان ترتیبی که هستن شماره گذاری کنید. خیلی از کتاب های تست حتی در کنکور که اصلا هیچ وقت نمیپرسن نشر یک و نشر دو، در کتاب های کمک آموزشی میان اونایی که مربوط به همند و مثل هم شماره گذاری میکنن. مثلا میگن سوختن شماره دو است، پروانه میشه نشر شماره دو. این اشتباهه. شما باید به ترتیب شماره گذاری کنید، یعنی لف ها اومدن یک دو سه، نش ها اومدن یک دو سه، بعد بگید مثلا نشر دو مربوط به لف یک. پس اگر در امتحان نهایی دارن پیش بینی میکنن، اگر در امتحان نهایی از شما شماره نش ها رو خواست، به همون ترتیبی که هست شماره گذاری کنید، چون کتاب درستون این کارو کرده. سال 25. با ذکر دلیل ثابت کنیم ما تناقض داریم. میخورم جام غمی هر دم به شادی رخت. داره به شادی رخ تو جام غم میخوره، یعنی چی؟ رخ و صورت تو شاده و به خاطر شادی من دارم غم میخورم. خب با شادی که غم نمیخورن،
با شادی که ناراحت نمیشن. پس هرگاه دو امر متضاد، شادی و غم، به گونه با هم جمع بشن، به هم نسبت داده بشن که عقلا غیر ممکن باشه، میشه تناقض. پس اینجا باید بنویسی در پاسخ برگتون، یا حتی مصرع دومش باز همونو گفته، بدین غم شادمانی میکند. غیر ممکن است که غم با شادی همراه بشود، در واقع به هم نسبت داده بشود. بنابراین جمع دو امر متضاد آرای تناقض را پدید آورده است. همینو باید بنویسید. سال 26 در بیت کدام واژه آرای ایهام تناسب داره؟ تناسبش با کدام واژه است؟ روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. کدوم واژه ایهام تناسب داره؟ دو تا واژه، در واقع میتونیم یکیشو بگیریم. آیتی، آیت چه معنی داره؟ یک، میتونه معنی نشانه بده. دو، میتونه معنی آیه قرآن بده. خب میگه چهره تو یک نشانه برای ما کشف کرد، پس معنی که اینجا اومده نشانه است، معنی آیه قرآن نمیده، اما به دلیل واژه تفسیر باهاش تناسب داره، میشه ایهام تناسب. سال 27 با توجه به ابیات در کدام بیت اسلوب معادله وجود داره؟ اسلوب معادله چی بود؟ هر دو مصرع مستقل و یکی از مصرعهای مثال باشه، یه تمثیل باشه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. آیا مثالی زده بود؟ نه. پس بیت یک نداره. اما بیت دو، دل چه غافل شد زحق فرمان پذیر تن بود. یه موضوع گفته، حالا یه مثال میزنه. میبرد هر جا که خواهد اسب خواب آلوده را. بله، یک مثال برای یک مصرع. چگونه یه دلیل گفته بنویسید؟ خب همین، مصرع دوم مثالی برای مصرع اول است و هر دو مصرع استقلال دستوری و معنایی دارن، به همین سادگی. سال 28 در بیت کدام واژه ایهام داره؟ خانه زندان است و تنهایی زلال، هر که چون سعدی گلستانیش نیست. بچه اینا بیت های کتاب درسی تونه ها، بیت خارج از کتاب نیست. یعنی شما قبلا اینو در خود ارزیابی حل کردید، در کلاس، در کتاب های کمک آموزشی، در اینترنت هستن و الان همونا رو سوال داده. یعنی اینا بیت های عجب و غریب و بیت هایی که اول باره که ببینید نیست. ما در این بیت یه واژه دو معنایی داریم، گلستان. گلستان میتونه معنی باغ بده، میتونه معنی کتاب گلستان بده. خب و هر دو معنا هم قابل جایگذاریه. هر کسی که مثل سعدی باقی نداره، هر کسی که مثل سعدی یه کتاب گلستان نداره، معانی مختلفش هم نوشتیم. 29 در سروده آرایه قسمت مشخص شده چه نام دارد؟ با من بیا به خیابان تا بشنوی بوی زمستانی که در باغ رخنه کرده است. خب میگه بو رو بشنوی. آیا بو رو میشنوی ما بچه ها؟ ما بو رو به نوعی استشمام میکنیم، اون چیزی که میشنویم صدا و موزیکه. حسامیزی یعنی یکی از حواس پنجگانه، برای مثال شنیدن. اینجا شنیدن به پدیده نسبت داده بشه، به بوی نسبت داده بشه که مربوط بهش نیست. پس چه آرایه‌ای داره؟ حسامیزی. دلیلمون چیه؟ حس شنیداری به بویایی نسبت داده شده، در حالی که نامرتبطن به هم. خب و بحث آخر که چهار نمره ازش در امتحان شما مطرح میشه، تحلیل و نقد شعره. یه شعر به شما میدن، ویژگی زبانی میخوان، ویژگی ادبی میخوان، ویژگی فکری میخوان. بچه ها اصلا سوالات سختی نیست، اصلا حفظی نیست، فقط کافیه که کلی بنویسید. یعنی چی؟ یعنی میگه یه ویژگی زبانی پیدا کن. خب ویژگی زبانی مثلا چی بود؟ مثلا اینکه جملات ساده است، واژه‌های فارسی، عربی نیست، بیگانه نیست، عامیانه است. همینا رو بنویس. اصلا کاری به این که شعر از سبک بیداریه، اصلا یادت نباشم ایرادی نداره، اگه یادت باشه که بسیار عالیه. خب یه شعر از قیصر امینپور داده، گفته یک مورد از ویژگی‌های فکری. ویژگی‌های فکری یعنی چی؟ یعنی معناش بفهم چیه، بگو که مثلا به چی اشاره داره. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. خب
داره میگه که پژمرده ایم. پس داره غم و ناراحتی خودش رو بیان میکنه. همینو بنویس، بیان غم و ناراحتی شاعر. همچنین میدونی قیصر امینپور یه شاعر انقلابیه، اصلا میتونی بنویسی که مفاهیم انقلابی، مفاهیم دوره جنگ، همه اینا رو میتونی برایش بنویسی. خب مفهوم کنایه مصرع اگر خون دل بود ما خورده ایم چیه؟ خب خون دل خوردن یعنی چی؟ یعنی سختی کشیدن، ناراحتی کشیدن. خیلی سای همه اینا رو بنویس، صرفا در پاسخ برگ ننویس ناراحتی، بنویس ناراحتی کشیدن، غم خوردن، کلی بنویس که اصلا هیچ بهانه دست طراح و مصحح ندی. سال 31 با توجه به متن زیر دو ویژگی زبانی بنویس. نگاه کن من چیکار میکنم. وقتی بچه‌هایی که میافتادن خوابیده به سمت خاکریز، خب ویژگی زبانی یعنی واژه‌ها رو تحلیل کن. واژه‌ها خاکریز دیگه، فشنگ، پس می نویسی. مورد اول واژه های دوره جنگ بیان شده. خب مورد دوم متن امروزیه، می نویسی واژه ها ساده هستن. مورد سوم واژه بیگانه ندارد. مورد چهارم جملات کوتاهند. مورد پنجم بیان مفاهیم انقلابی. کلی می تونی بنویسی. نویسنده متن در چه متن را در چه قالبی نوشته؟ خب متن کتابتونه، داره یه خاطره تعریف میکنه، رفته بودن جنگ، فقط دنبال شما میگشتن، در اون معلمشه، پس میشه خاطره نویسی. در شعر زیر نیما یوشیج، خب یک ویژگی ذکر کن، یک ویژگی. نیما یوشیج شاعر نو بود. خب شعر نو چه ویژگی داشت؟ مورد اول جایگاه قافیه مشخص نیست. مورد دوم یه مصرع کوتاه هست، یه مصرع بلند، مصرعها هم اندازه نیست. مورد سوم تفکر و اندیشه ها و مفاهیم رو تغییر داد، به گونه جدید بهشون نگریست. همه اینا رو میتونی بنویسی، هر چه در مورد شعر نو بلدی اینجا بنویس. 10 مورد بنویسی ایرادی نداره. سال 33 پس نکته خیلی مهمیه ها، درست تراقده یه ویژگی بنویس، اما تو پاسخ برگ 3-4 تا می‌نویسی. در سروده زیر کدام آرایه به کار نرفته است؟ رود می نالد. خب این که رود بناله، رود که نمی نالد، رود مثل انسانی است که می نالد. مشبه اومده، مشبه اون به نیومده، میشه استعاره مکنیه. جغد می خواند، غم به یاویخته با رنگ غروب. خب این که غروب رنگ داشته باشه یا قصه سرد باشه میشه حسامیزی. دلم افسرده در این تنگ غروب. خب تنگ با رنگ جناس دارن، پس تناقضی نداشت. متن زیر از ده خدا دو ویژگی زبانی. باز ویژگی زبانی میخواد. ننه هان. یک، استفاده از واژه‌های عامیانه. مورد دوم جملات خیلی کوتاه هست. مورد سوم استفاده از واژه‌های امروزی. مورد چهارم واژه بیگانه ندارد. مورد پنجم دیگه خدمتتون بگم که مثلا استفاده از ضرب المثل های امروزی. کلی چیز میتونید بنویسید، مثلا عسل و خربوزه با هم نمیسازن، اشاره به، حالا اینکه فکری میشه بیشتر، مفاهیم خرافی. مثلا دو مورد از ویژگی های متن زیر از جمالزاده را بنویسید. ویژگی کلی میخواد، نگفته زبانی، ادبی یا فکری، پس هر چی از این پیدا میکنی بنویس. گفتم ای بابا خدا را خوش نمیآید، زبانی میتونی بنویسی جمالزاده نثر شتاب زده و نثر تلگرافی داشت، نثر تلگرافی داشت، میتونی بنویسی. میتونی بنویسی با جملات کوتاه هست، کلی همه زبانی ها اینجا هم صدق میکنه. آرایه پیدا کردی، یه مراد نزی پیدا کن، مثلا کباب و نمیدونم ظرف. یا ویژگی فکری، مثلا در مورد کباب قاز دیگه، مثلا از ماست که بر ماست، مفهوم اون درستون بود. هر چی بلدی در اونجا بنویس، خالی نظر خواهشم. یه 5-6 تا بنویس، گفته دوتاها ولی شما 5-6 تا بنویسید. خب این سوال هم تموم شد. یه پیش بینی داشته باشون با هم دیگه، در امتحان نهایی شما تاریخ ادبیات سوالاتش واقعا ساده است، پس
وقت کمتری نسبت به سایر مباحث براش بگذاری و بیشتر روی نام شاعر و اینا تمرکز کنی. جزئیات تاریخی زیاد در امتحان نهایی مطرح نمیشه. در بحث عروض دانش آموز که سمایی بلده که خیلی خیالش راحته، اصلا شب امتحان بگیره بخوابه، اصلا عروض هیچی، همه رو درست میزنه. دانش آموزی هم که ضعیفه میتونه تخته اجرایی کم کار کنه، میتونه بره که عروض سمایی رو حتی اگر یه هفته فرصت داره میتونه در یک هفته هم کار کنه و بلد بشه. اختیارات رو حتما با دلیل با استدلال عمیق یاد بگیره. و در بحث آرایه ها که صرفا تعریف آرایه رو بلد باشه و یک نگاهی به خودارزیابی کتابش داشته باشه از پسش برمیاد. پس حتما خودارزیابی های کتابتون رو یه نگاه بهش داشته باشید، حفظ نکنید، فقط یه نگاهی داشته باشید که آهان چنین کنایه هم وجود داشت، چنین تناقضی وجود داشت. و در بحث تحلیل شعر که اصلا خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است، اصلا حفظ کردنی نیست و کلی چیز میتونید براشون بنویسید. خیلی ممنون از توجهتون. امتحان نهاییتون مطمئنم نمره 20 رو میتونید به سادگی بگیرید. برای کنکورتونم اگر میخواد که یک جمع‌بندی سریع داشته باشید، همه مطالب و مباحث فنون ادبی رو سریع به صورت تستی و نکته و تست مرور کنید، میتونید که با ما در طرح توربو جت همراه باشید. خیلی خوشحالم ازتون، خیلی خوشحالم که با من همراه بودید و امیدوارم مراقب خودتون باشید. فعلا خداحافظ. واسه این کار زاده شدم من، این بار آماده شدم من واسه این کار.